الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. هذه أجمعين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما عما كانا فيه. درست میاد آقا؟ یکم بلندش کردن. خب حالا خوب شد. و بر نهد تو بعد کن بعد این عدو و رکن فل عرض مستقر و مطار الهی. با نهد آدم و حضا سلمین هیه از دیگه شجره منهیه قربه به شجره منهیه هم بیدانه کنید. وقت بکره همه شیطان وقت راست شیطان وادارشون که بسیان وادارشون میگه شد که آدم و حوا اسیان خدا رو بکنن. وسواس میخواد بگید حکومت عاقبت است، حکومت واهمه بر عاقبت است. میخواد بگید الهامات شیطانیه است با اصرار. همه مرزش واحده اجمالاً وسواس، وسواس شیطانی اینا رو آسی قرارشون داد. حالا که آسی شدن اسیان خدا رو کردن، معفیتدار شدن. از اون مرتبه، مرتبه شام انسانیت و از اون مرتبه عالی انسانیت و از اون مقام فرقی به خدای تعالی اینا برم خواهی دیگه اینا مستید که نیستن و آبکن عطیت خدا رو کردن آبا داخل در وسط هم تا وقتی توبه نکردن داخل در وسط. از اون مرتبه عالی انسانیت این که اون مرتبه عالی انسانیت مرتبه خلیفت اللهیه احیا داره، اشفا داره، همه چی داره. این افتادم پایین یک بوس نزول نازل شده خدا و حوا باشن. حالا حوا وقتی مرتبه خدا رو بکنه خدا آدم میفته زمین. افتادن از اون مرحله انسانیت و مرتبه طاعت الله گرفتار مرتبه حیوانیت و سمویات بودن. اگر انسان اطاعت خدا رو نکنه با این حیوان فرق نداره. اونا اکل و شرب دارن، مخیان میخوان، تعادل و تناسل دارن، همه چیزی که انسان احتیاج داره این حیوانات هم داره. حیوانات نقشه های شیطانی هم داره. خیال نکنید که در نقشه های شیطانی اینا عقب هم نه، در نقشه های شیطانی هم اصلا. حالا افتاد تو این مرتبه حیوانیت. در این مرتبه حیوانیت هر چیزی خواهی هست، یعنی هر چی شروع، هر چی دبید خواهی اینجا خواهده کار خوب از این مرتبه پیدا نشد.
اینجا همش غارتگری است و سفاکی است و حتاکی است و خیانت است و ظلم و تعدی همه چی هست در این مرحله که آمد انسان نادر در این مرحله ای که افتاد آتشه هر جا بره آتشه تو اقتصاد بره اقتصاد آتش میده روی مقام بره مقام را آتش میده روی فرهنگ بره فرهنگ را آتش میده روی صناعت بره صناعت موجود ناریه دست ناریه که هم بونه برداره دست ناریه وقتی میتونه برداره که بره همون مرتبه اولیا یعنی همون مرتبه خواهندا همون مرتبه عبودیت هست و الا این تا آتشه کارش آتش بشانیه تو بازار برای یک بود موجود آتشی ها هر جا برای آتش ها منداش یا آتشیش که که عوضیر آتش تابع قدرت اگر انسان قدرت جهانی پیدا کنه آتشیش هم جهانی اگر قدرت یک کشوری پیدا کنه نار یک کشور اگر قدرت بقیه شهر پیدا بکنه آتش اون کشور اگر در یه شهر قدرت پیدا نکنه تو محل یک قدرتی داشته باشن نار اون محل آتش اون محل غیر از ناریت آتش زدن آتش وشانی از این موجود کاری دیگه نمیاد اگر در محل هم آتشی در تو خانه خودش آتشه خانه خودش آتش میزنه این موجود ناریه باید آتش کشانی کنید اونجایی که از همه جا بیچاره در شد و ایچی نبود تو خانه خودش آتش کشانی آتش اگر میخواد از این آتش نجات پیدا کنه باید تحول انسانی پیدا تا حیوان آتش کشانه و تا نار آتش کشانه هر آتش که نمیشه رحمت کسی انتظار داشته باشه هر جا بره آتش همراه آقا دو محراب هم بره آتش آتش از دیگه آقا وقتی نجات از آتش پیدا میکنه که تحول در این نفس انسانی پیدا شه نفس حیوانی اگر به نفوس الهی که اون نفوسی که خدا خواسته متحول شد که حالا شاید این بحثم برای این شب ما صحبت نکنیم بردم مزاجه کنیم که این شبوریت مقتدای فطرت یا مقتدای فطرت رحمت شبوریت ها همه معلول عوارض خارجیه خلاصه این همزی موجود ناری ها اینجا لکم اهلتو بعضکم لبعض عجب در این مرحله عداوت هست رقابت هست تعارض هست جنگ شرق و غرب هست همون هم نمیشه اینو بگیر هر شخصش هم مرده شخصی دیگه داشت میشینه اولی این مرحله مرحله ناریت آقا مرحله آتش که مرحله رحمت می آتش منتاج آتش غیر مرگیش آتشیش اون آتش رو نمی بینه ولی اهل بصیرت این آتش رو مشاهده می کنه
میبینم که آتشی در همه آتش ها سوزنده تر این آتش. راهی هم ندارم اگر این جعبین مرتبه حیوانیت سعودی پیدا وقت رحمت وقت سکشم رحمت دستشم رحمت زبانشم رحمت قلبشم رحمت ولی تو آتی که آتشه دستشم آتشه چشمشم آتشه همه چیزش آتشه یه موجود ناریه موجود ناری که رحمت نداره اگر موجود الهی شد همه با هم یاد نکنید که الاشتر و رب با هم وحدت پیدا کنند معاله همیشه با هم عداوت چون که در مرحله ایوانیت نها معاله چنون چه مؤمنین بندگان خدا و مردمان نفوس الهی اختلافشون محال هیچ وقت انبیا با هم اختلاف نکنید هر نبیی تعریف کرده آینده رو و هر آیندهی تعریف کرده گذشته رو برای اینا در مرحله انسانیت اینا در مرحله الهیت هم اینا در مرحله انسانیت هم اگر انسان در مرحله نفس حیوانی باشد همون درندگیه حالا خیال نکن آتش نهله از آتش سر بغم کم داره نه بچه گربه درندگی مثل گرگه منطقه گرگ دورش بیشتره بچه گربه دور نداره اگر دور داشت میرم گرگ میشده این همی اندازه میتونه کفتر بگیره اینم اگر قدرت گرگ داشت به گاغم میپریده این دلیل برای نیست که رحبت و مدربت از گربه داره نه در درندگی همون گرگ گورش نمیرسه مفترین محلی خیال نکنید باشه رو در فرز برسه گربه بیگه نداره آبا و نجات نیست مگر این آتش نجات پیدا کتاب خدا میبرد مفت که اردتو بعد و کمل بعد نادو از این منزل بیا پایین از مرتبه انسانیت حقوق پیدا کردی ولی با عدالت با رقابت با تعارض با تفاهم با جنگ با همه فجایع با همه شرور تا که على قوم في الأرض مستقر ومكان إلهي إن على أسماء الزمان مبهمات يومولد مبهمن بعد از ایام لیالی اسبوع مبهمه به حضرت اسبوها تبدیل به این اسبوها شهر مبهمه به حضرت شهور ناشر یا شهور شمسی سنه مبهمه به اعتبار سنه 1400 هزار خونسر، هزار سیسر ولی یوم و لیله و شهر و اسبوع و سنه یک تعیونی که جمله داره یعنی یوم مبدا و منتهاش تعیون مبدا یوم طلوع حالا طلوع فجر میخواد بگید یا طلوع شهر میخواد منتهاش هم بود تحت مبدا و منتهاش هم نداره ولی به حسد ایام مهم
اگر میخوای تعیون یومی هم پیدا کنی، هیدی یوم سب، یوم سدوسا، یوم اثنین، یوم اربعا، یوم الخمیس، این تعیون یوم از وحسن و سو وحسن. اگر بخوای تعیون شعبی پیدا کنه، هیدی یوم از حسن و سنو اثر رمضان معظم در سنه فهیلی عرض بعد از رنیت و از اصلیت این هم هجرت نبویه علا حاجره ها از تاییت و اصلاح ولی نیم حتی تعیون یوم لیله هم نداره کدوم زمانه این که خدا میگه که گرم اینجا میمونی تا هیم آیا این روز توبه، این روز درادت، روز موت، این روز بعد، این یوم قیامت، یوم این زمان شفاعت پیغمبر خداست، مگه پیغمبر خدای شفاعت کند و این انسان را از اون ناریت نجات ناری نوری بشه کندوم همون کرد شادم گرده الهامش همینه که نفوس مختلف هم بعدی به توبه در همین عالم نوری میشه اونهایی که مثل خدا آدم تا بعده آدم ناری شد ولی به توبه نوری شد اگه توفیر توبه نصیب کسی بشه این توبه یکی از زمانهایی که غایت از برای ناریت اگر توبه بشه توبه داری مشکلی که نکن توبه افتر خلالله که از توبه نیا شاید یه دسته این به شفاعت پیغمبر خدا نوری بشه مالده اونا نارم بدن میکنن به نور یه همچه قدرتی داره پیغمبر خدا شفاعت معنیش همینه خدا تکه این یک زمان مبهمیه در اثر مبدا و منتها هم مبهم شاید بامش هم برای همینه که نفوس مختلف هست بعضی در همین جهان هست بعضی به شمسیره شفاعت هم هست قیامت بعضی به رسائل آخر خلاصه به راهی ولی انسان تا این مرتبه نفوس حیوانی در این مرحله این انسان آتش فشان ها اگر میخوای آتش نداشته باشی اگر میخوای چشمت آتش نباشه دستت آتش نباشه قلب در آتش نباشه باید صاحب راه دیگه این آتش یعنی اصلا مبدع آتش ها نفوس بشریه الان همه این آتشی که در کره هست مبدعش این انسانه خدای تعالی شمس و قمرش معادنش حبوباتش ثمارش میوه‌جاتش همه اینا رحمته یه آدم جهنم ساده شر و ضرب این آدم درست کرده جنگ و این آدم ایجاد کرده پس تو یه موجود ناری هستی اگر میخوای از آتش نجات پیدا کنی خودت پیدا کنی نجات دیگران را هم با نار تو نسوزن باید بدل بشی باید عوض بشی باید خلیفت الله بشی باید طائب بشی باید نفوس انبیا رو پیدا کنی باید نفوس صلحا رو پیدا کنی اگر اون عوض شد به جای اینکه چشمت عذاب باشه یدت عذاب باشه یدت ید رحمته چشمت چشم رحمته قلبت رحمته لسانت لسانت رحمته خدا همه رو توفیق بده
که موفقیت برای خودتون داشته باشید. خودتون یک انسان الهیش، خودتون یک انسان نوراییش. نمیدونید این از سرمایه اقتصاد بازار خیلی بالاتر، از تمام اهداف و غرایه این معنا انبیا آمدن که انسان رو از این ناریت به نوریت سیر بده. حالا مقتدرهای فطرت ناریت، مقتدرهای فطرت نوریت. شاید شریف انشاءالله در این مسئله با بزرگی بکنیم. صلواتی و پیغمبر.